از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند، هموطنان عزیز که در هر کجای این جهان زندگی میکنید، بهترین ها رو بر شما آرزو میکنیم. امیدواریم که همواره در زندگیتون موفق باشید و پیروز. برنامه با بزرگان موسیقی رو اختصاص دادیم امروز به مناسبت 4 اردیبهشت تأسیس رادیو در ایران، که خب میدانید همه این بزرگان در واقع شروع کارشون در زمینه ترانه و همینطور موسیقی و نوازندگی از رادیو آغاز شد. هرچند در این سالها همیهران ارجمند گرامی که ما در غربت زندگی میکردیم، این حقیر تلاشم این بود که همیشه همه ساله در 4 اردیبهشت از خدمتگزاران این دستگاه فرهنگی و اجتماعی یاد بشود. شاید به علت این کثرت رسانه ها بعضی ها به این روز اشاره بکنند، ولی خیلی ها فراموش کرده بودند که چگونه رادیو در ایران افتتاح شد و چه راهی طی شد و چگونه بزرگان ما در رادیو اجرای برنامه بر عهده گرفتند و چه اساتید و چه شخصیت هایی در رادیو در زمینه های مختلف کار میکردند. اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم کوتاه به آنچه که در مملکت ما، در ایران ما، در اون سالهایی که رادیو در واقع شروع به کار کرد چه گذشته، چگونه رادیو افتتاح شد. با این عبارات: اینجا تهران است، رادیو تهران. اولین بار که این عبارت در فضای ایران پیچید ساعت 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1319 بود، برابر با آوریل 1940. در این ساعت و در این روز نخستین ایستگاه فرستنده رادیوی ایران آغاز به کار کرد. به هنگام افتتاح این دستگاه، شاهزاده محمد رضا پهلوی ولایت عهد دکمه انتقال و انتشار صدا را فشرد و پخش صدای ایران بیدرنگ آغاز شد. نخست سرود شاهنشاهی که شعر اون رو محمد هاشم افسر سروده بود و آهنگش هم داوود نجمی ساخته بود به گوش شنوندگان رسید. وانگاه پیام دکتر متین دفتری نخست وزیر وقت پخش شد و پس از سپاسگزاری از شاهنشاه رضا شاه کبیر و ولیعهد ایران با شنوندگان رادیو درباره این وسیله ارتباطی و نقش ارزشمند آن در انتقال خبر و گسترش فکر و آگاهی سخن گفت.
در این مراسم هیئت وزیران با لباس رسمی در سرسرای ساختمان فرستنده حضور داشتند و پیش از پخش برنامه رادیویی ابراهیم علم که وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت در گزارشی که ایراد کرد آگاهی‌های لازم را درباره فرستنده رادیو بیان کرد و بعد گفتش که چگونه تصمیم به خرید فرستنده برای تأسیس مرکز رادیو در ایران در سال 1316 در واقع صحبت شد و در همون زمان از یک شرکت آلمانی ارکام که خواستند که فرستنده رو در رادیو نصب کنه و بدین صورت کارخانه تلفنکن آلمان که به اصطلاح فرستنده رادیو به اون کارخانه سفارش داده شده بود دستگاه رو در اواخر سال 1318 تحویل ایران دادن و اونها همونطور که خدمت شما عرض کردم در فروردین 1319 به اصطلاح نصب دستگاه ها و ساختمان فرستنده اتمام پیدا کرد و چهارم اردیبهشت 1319 رادیو افتتاح شد. خب راجع به رادیو و گشایش رادیو و اینکه واقعا مردم عرض کنم که برای نخستین بار وقتی رادیو رو می دیدن، خب اون موقع که همه رادیو در اختیار نداشتند، در بعضی از مجامع عمومی که رادیو گذاشته بودند به خصوص اون زمان در ایران ما، حتی در پایتخت ما در تهران قهوه‌خانه‌های متعددی بود و مردم ارکان در این قهوه‌خانه‌ها جمع می‌شدند و با تعجب نگاه می‌کردند. براشون حیرت آور بود که یک جعبه عرض کنم که هم ازش صدا در میاد هم موسیقی به گوششون میرسه. به هر حال کم کم مردم از رادیو استقبال کردند و بعد فراموش نکنیم گشایش رادیو، افتتاح رادیو، هموطنان ارجمند در زندگی مردم ایران ما در اون زمان یک واقعه بزرگ و اعجاب انگیز بود و به طور کلی فضای جامعه رو دگرگون کرد. نخستین برنامه‌های رادیو خب زنده پخش می‌شد که حالا با شخصیت‌هایی که صحبت می‌کنیم از زبان اونها خواهیم شنود. در همون روزهای نخستین که این کار انجام پذیرفت رادیو به زبان‌های فارسی و همینطور به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، عربی، ترکی، روسی هم برنامه‌ای تهیه می‌شد و اجرا می‌گردید. یک کانون پرورش فکری افکار وجود داشت. این کانون برای نخستین بار عرض کنم که چند کمیسیون رو از متخصصین تشکیل داد تا اینا بتوانند عرض کنم که در کار رادیو با دیگر همکاران رادیو عرض کنم که فعالانه کار کنند. سرپرست کانون پرورش افکار در اون موقع سرتیپ امیر خسروی وزیر وقت دارایی اون زمان بود که وظیفه داشت طی 6 ماه یک برنامه جامعی برای رادیو تنظیم بکنه و اون رو به تصویب هیئت دولت برسانه. این کمیسیون همزمان با انجام این مهم برای انتخاب گویندگان رادیو مسابقه ای رو ترتیب میده که در این مسابقه 160 تن داوطلب شرکت میکنن و برندگان این مسابقه نخستین گویندگان رادیو میشن. خانم قصی رهبری، خانم طوسی حائری و آقایان اسدالله موثق، رکن الدین آشتیانی، ابوالقاسم طاهری، شکویی و محتشم، اینها دقیقاً از اولین هایی بودند که در این آزمون شرکت کردند و موفق شدند و آمدند برای کار در رادیو. از نویسندگان و دانشمندان همون زمان مانند مطیع الدوله حجازی، سعید نفیسی، ملک الشعرای بهار و رشید یاسمی هم دعوت شد که در کار تهیه و نگارش مطالب برای برنامه‌های رادیو همکاری بکنن که اون اساتید عزیز هم پذیرفتند. رئیس کمیسیون موسیقی کانون پرورش افکار در اون زمان سرگرد میمباشیان بود که ریاست اداره موسیقی کشورم بر عهده داشت و این شخصیت به اتفاق یاران خودشون نوازنده‌ای را انتخاب کردند برای نوازندگی در رادیو مثل مرتضی خان محجوبی که پیانو مینواخت، آقای
مرتضی نیداوود که تار مینواخت و موسی معروفی که ایشون هم نوازنده تار بود، آقای عبدالحسین شهنازی نوازنده تار، حاج علی اکبر شهنازی نوازنده تار، حبیب الله سمائی سنتور مینواختن، حسین یا حقی کمانچه و ویولون، ابوالحسن خان سبا ویولون، مهدی خالدی ویولون، وزیری تبار قرنه ای، عرض کنم که حسین تهرانی ضرب و مهدی نوایی نی. خب در اون موقع خوانندگان رادیو از خوانندگان خیلی خوبی بودن. پیش از رادیو خانم قمران ملوک وزیری فعالیت میکرد، با افتتاح رادیو خانم قمران ملوک وزیری هم به رادیو آمد، پس میتوانیم عنوان کنیم نخستین خوانندگان زن رادیو بانو قمران ملوک وزیری، بانو ملوک زرابی، خانم فروغ صحابی، خانم روحنگیز، ارکم خانم عزت الله روح بخش و همینطور بانو دلکش، اینها جز اولین ها بودند که در رادیو برنامه های اجرا می کردن. عرض کنم آقایان آوازخوان یا خواننده مثل ادیب خونساری، تاج اصفهانی، بدیزاده، بنان، عبدالعلی وزیری، فاخته ای، اینها از نخستین کسانی بودن. البته خواننده های دیگری بودن که بعد اسامیشون رو باید عنوان کنم، خیلی زیاده، هر کاری که اگر بخوایم عنوان بکنیم ساعت ها وقت میخواد. ارکسترایی که تشکیل شده بود، ارکستر سبا و ارکستر مرزاخان محجوبی بود، بعدها ارکستر خالدی، ارکستر مجید وفادار، ارکستر منصوری و ارکستر خادم میساق و همینطور ارکستر عادل آخونزاده شکل گرفت. خب دوستان عزیز، عرض کنم که راجع به فعالیت در رادیو و بخش‌های مختلفش واقعا یک برنامه که کافی نیست. شاید ما در این برنامه اگر بتونیم چندین هفته باید متوالیا صحبت کنیم و این شخصیت‌هایی که خدمتگزار بودن دونه دونه اینا رو معرفی بکنیم، چهره‌های نامدار، عرض کنم که مملکت ما در زمینه شعر و موسیقی و مطالب علمی و اجتماعی یکی دوتا نیستن، فراوانن. امیدوار هستیم که ما در این فرصتی که داریم بتونیم بپردازیم و این وظیفه ملی خودمون رو انجام بدیم، حال که در مملکت ما به هر حال یک گروهی به قدرت رسیدن که علی الرسول با فرهنگ و با هویت ایرانی سر عناد و مخالفت دارن. حتی کارهایی که همیهنان ارجمند کارهای اساسی بوده که انجام پذیرفته، اینها اونا رو قبول ندارن. همین پادشاه فقید ایران رضا شاه کبیر که او رو در واقع سازنده ایران معرفی میکنن، این شخصیتی که تکیگاه هویت ایرانی بود و بیگمان برای زنده کردن فرهنگ و هویت ایرانی گام های مثبتی برداشته، که این وظیفه تاریخ نگاران و کسانی است که تاریخ رو دنبال میکنن. البته ما گاهی به علتی که ربط پیدا میکنه به برنامه‌مون مجبور هستیم اشاره هم بکنیم. همونطور که میدانی جنگ اول جهانی هم که شروع شد، خب یک وقفه ایجاد شد در کار رادیو و بعد البته مسائل دیگری پیش آمد. اجازه بدید همیانان ارجمند عرض کنم که نگاهی داشته باشیم به همین غربت. در غربت که بنده در خدمتتون هستم، ما در یک رادیوی کار میکردیم، رادیوی 24 ساعته صدای ایران. در این رادیو چهره ها و شخصیت های بسیار قدیمی رادیو همکار ما بودند، از جمله میتوانم از استاد تورج فرازمند یاد کنم. در یکی از برنامه‌هایی که در رادیو داشتم، برنامه مفصلی بود، برنامه خانواده بزرگ که 5 ساعت این برنامه به طول می‌انجامید، با استاد تورج فرازمند روانشون شاد گفتگوهایی کردم در مورد اینکه چگونه اصلا به رادیو آمدن. بعد استاد نواب صفا که از اولین ها بودن که در رادیو کارشون آغاز کردن، با ایشون صحبت کوتاهی کردیم. در اون جمع خب شخصیت‌های دیگری بودن، از آقای فرهنگ فرایی هم دعوت کرده بودم که تشریف بیارن، عرض کنم که آقای اسدالله مروتی هم بودن، عرض کنم هنرمند عزیزمان آقای عطاالله خرم هم بودن، ولی نمیشه همه اونا رو که پخش کنیم، یه قسمتی رو با هم میبینیم، بعد در قسمت‌های دیگری هم از شخصیت‌های دیگری هم ذکر خواهم کرد و سعی خواهیم کرد صدای اونها رو هم بشنویم. برویم به استودیوی رادیو صدای ایران و گفتگوی این حقیر رو با آقای تورج فرازمند و آقای نواب صفا با هم ببینیم. خواهش میکنم عزیز، شما از شخصیت هایی هستید که خب بیگمان همه میدانند که
اولا که چقدر در مطبوعات شما فعال بودید و بعد که تشریف میارید رادیو، از چهره هایی شدید که براستی همه شما رو دوست دارن. اصلا برای شنوندگان ما جالبه که چطور شد آقای تورج فرازمند خواست در رادیو هم کار کنه. حالا در رادیو همه این همه زندگی من، یعنی تصور میکنم یک سلسله حادثه و اتفاق. واقعا اگر یه روزی فرصتی بشه و آدم نقل کنه بیشتر روی این نکته تکیه میکنم. همش رو حادثه بود، ولی اینم باید دونست که به هر حال آدم در یه رشته‌ای که به اسم رسانه هاست در واقع کار میکنه، رفتن از یه رسانه به رسانه دیگه خیلی معموله. در اروپا هست، در آمریکا هست، کسایی که در روزنامه کار میکنن بعد به رادیو میرن، از رادیو به تلویزیون میرن یا از تلویزیون به مطبوعات نوشتنی میرن، اینا رسمه. بنده در روزنامه اطلاعات ابتدا کار میکردم، سردبیر روزنامه اطلاعات بودم و حالا با چند نشریه دیگه هم کار کردم، کار نداریم. بعد از اطلاعات که مدتی آمدم به اروپا، در برگشتم از اروپا آمدم در رادیو، باز به عنوان سردبیر مجله، سردبیر مجله رادیو که مدیرش آقای شاه دکتر شاه حسینی بود. و از سردبیری مجله به برنامه ها کشیده شدم، در حالی که هیچ اطلاعی، کمترین اطلاعی از برنامه نداشتم. نه ترانه سرا بودم، نه موسیقیدان و از کنم آهنگساز، و نه نویسنده برنامه رادیویی، نه هنرپیشه، هیچی. محازا همونطوری که رسمه آدم فضول همه جا میره، ما فضولی رفتیم و برنامه های آقای هوشنگ مصطفی وقتی رفته بود برنامه موندو، برنامه خوبی هم بود برنامه هوشنگ. یکی با من هوشنگ هم کلاس بود و خیلی از همون جوان نوجوانیش با ذوق و عرض کنم عاشق ادبیات و خوش بیان و اینا، و خب یه همچین برنامه ای رو مونده بود و هیچ کس نمیتونست اداره کنه. همون برنامه معروف ادبی روز جمعه بود. این است که یاد آقای قاسمی به خیر، با بنده دوست بود و گفتش که فلان کس من موندم، نمیدونم این برنامه رو که اداره کنه. از کدام آدم فضول؟ گفتم من. تو برنامه ننویسی، اون حالا می نویسم. برنامه اولین برنامه هم خوب یادم، راجع به گوته نوشتم. بله، شاعر آلمانی و با موسیقی آلمانی اینو بردم پیش آقای معینیان و دیده بود و گفت بد نیست، ولی برنامه اون نمیشه، ولی بد نیست، خب بخشش کن. بالاخره پخش کردن و ما آمدیم یواش یواش دیگه همه زندگیمون شد رادیو. یعنی حتی موقعی هم که من مدیر عامل رادیو تلویزیون بودم، باز همیشه فکرم پی رادیو بود و این رسانه رو خیلی دوست دارم. بله، عرض کنم که همیشه میگفتن آقای فرازمند بچه رادیو. بله. عرض کنم که آقای فرازمند، باید بگم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزمون که امروز ما از استاد نواب صفا دعوت کردیم، مهمان عزیز ما هستن، لطف کردن، واقعا به ما افتخار دادن، در استودیو تشریف دارن، همینجور از جناب فرهنگ فرهی که از همکاران عزیز و ارجمند ما از برنامه سازان خوب رادیو بودن که ما افتخار شاگردیشون هم داشتیم، ایشون لطف کردن تشریف دارن اینجا. با سلام بر شما مجددن، واقعا خوشحالیم از زیارت شما. سلام به همه دوستانی که اینجا جمعن و همه شنوندگان گرامی، و سلام به بنیانگذار این رادیو که منم در کنار ما نشستم. بله، آقای اسدالله مروتی که همیشه مشوق ما بودن و واقعا خدا عمرشون بده، طول عمرشون آرزو میکنیم، که بسیار فعالیت کردن تا این رادیو امروز به این صورت فراگیر شده. گسترش رادیو امروز به راستی چشمگیره و از این بابت همه ما ازشون تشکر میکنیم. امیدواریم که با این همدلی و با این با هم بودن بتونیم به اون آرزوی نهایی که یک جامعه یک دست، یک جامعه‌ای که به کمک هم بشه تا اینکه رادیو سهم عمده‌ای در این قسمت داشته، به اون انشاءالله ما نائل بشیم. و بعد خیلی خوشبختم که با تورج فرازمند روش باید بگم که بیش از 50 سال دارم، در نزدیک 50 سال خودم که در خرمشهر آشنا شدم و حضرت فرهی که از همکاران خوب ما بودن در رادیو. بله، اجازه فرمود که در مورد رادیو، ولی خاطر اینکه من از سال 26 استخدام شدم. بله، بنابراین اگر بپذیریم که از سن که
که مقدم بوده در کار رادیو و تحصیلات رادیو چیلی بوده. بله. من در سال 26 استخدام شدم. اصلا رادیو مسیرش بدین گونه که من عرض میکنم سال 19 تشکیل شده. بله. و در 23 شهریور که مملکت تغییر کرده هر روز یک نخست وزیر می آمد و یک وزیر می آمد. بله. و کابینه تغییر پیدا می کرد و طبعا دیگه تبلیغات هم عوض می شد. من در سن 22 سالگی به دعوت همدو دیدی در طور بله. کتاب نوشتم حسین‌قلی مستعان نویسنده معروف و مترجم معروف دعوت شدم به رادیو. بله. ایشون رئیس رادیو بود، هیچ وقت کار اداری دوست نداشت، پشت میرم هیچ وقت نمیشیست. بله. معاونی داشت به نام محمود رجا به کار رو اون انجام میداد. بله. و من رو عضو شورای نویسندگان استخدام کردم. مدیر کل ابراهیم خواجه‌نوری بود، اعضای شورا مجیدالله حجاجی بود، هاشمی حائری بود و چند نفر دیگه یادم نیست، ولی من منشی هیئت شورای نویسندگان شدم در ابتدا. بله. بنابراین چند دوره داره رادیو. بله درست. تلویزیون سخن نمیگم ولی فقط رادیو رو مطرح میکنم. بله. یک دوره است که از اولش شروع شده تا 1120 و خورده به تحولات بعد از شهریور. دوره است که همچون گذروندش اشخاص مختلف مدیر کل می شدن، هر دو ماه و هر سه ماه، هر ده شهر سه ماه چهار ماه طول می کشید، دولت می رفت و دولت می آمد تا سال 35. سی و پنج جوانی آمد که به نام مصدقان اونیان این تشکیلات رو شروع کرد. بله. کار کردن. من رفته بودم دیگه از رادیو. یعنی وقتی آقای مهینه تشکیل بیارن شما دیگه رفته بودیم؟ بله. وقتی ایشون آقای فرازمند عزیز رو در خورم شهر دیدم. بله. سالایی بود که من از تبلیغات باید منتقل شده بودم به بنگاه بنادر کشتی ایرانی و طبعا حالا میپرسید از ایشون که توی شیخ چه میکرده و منم بپرسید که گمرک چه کار میکرده. واقعا همین نظر آقای نواز سوا کجا و شغل گمرکی برای این زندگی من و ایشون که دیگر خیلی جواب گره خورده به همشبیه تا این دوره که باز آقای موینیان آمده بود تشکیلات جدید داشت میدن. برادر خانم همین آقای فرعی اینجا نشسته. بله. به نام سیروس دینگولی شوهر خواهر. شوهر خواهر. ساعت نوه یه شبی آمد بنده دم من موقع تلفن نداشتم منتظر شدم به تهران. بله. منتظر تهران گفت که آمدی کدام چه آمدی چه بکنی این ساعت چه من دندونم هم درد میکرد تو کنه نشسته بودم. گفت که موینه هم منتظر شما بودم، منتظر من برای منتظر شما. خب بودم من دندونم درد میکنه نمیتونم بیام. خب به حضرت این منتظر شماست. ما لباس پوشیدیم و به اتفاق ایشان رفتیم به تبلیغات. در تبلیغات رو میدونه عرق بود همین سازمانی که دیدید شما خودتون کار کردید. بله. دیدم برای یه جوانی نشسته تا ساعت ده نونیم ده خلاصه گفتی شما فردا صبح بیاید دیگه اینجا کار کنید. من از خدا خواسته خریدی گمرک اصلا تناسب با رویه شما اصلا سازگاری نداشت. بله. گفتم هیچ کسا نگفتم نه و فلان اینا. گفت که اتاقتون آماده است ما مبلت و آماده است بیاید اینجا کار کنید. برم چه کار چه وضعه که عهده من میذارید؟ گفت برنامه های رادیو تهران کلن و ترانه های رادیو. گفتم آقای نیرسی اینا چی میشن؟ گفت که ایشون حالا کارشون از دست دادم بدم چند شما بیاد جاییشون خواهد. و من از همون سال 35 و آخر 35 مشغول کار شدم و بنابراین میتونم برای شما خاطرات بسیاری بگم از بودستی رادیو. بله. یعنی بگم در سال مثلا 1323 من آمدم همکاری بکنم با رادیو گوینده های رادیو کیا بودم.
بیننده های رادیو مرد عبارت بودند از رضا سجادی، بله، محتشم، مستقلان محتشم، بشیر فرهمن، هر چود که تاهری بود که در بعدن در انگلستان هم که گزاری ابوالقاسم تاهری، من وقتی آمدم او دیگه رفته بود، بله، ولی این چه نفر بودند و یک اتاق صفحه داشت در رادیو، فقط مقداری صفحه قرازه داشتیم ما اونجا، یه خانمی بود به نام سونیا سلیم‌زاده که مسئولیت اون آرشیو بود، زبان فرانسه می خوب میدونست، زبان روسی میدونست، تو پوتو تلگراف کار میکرد، اصلا فرستنده بیشیم بوده پوتو تلگراف و گوینده های زن دو نفر بودن، عبارت رهبر قوطی رهبری و خانم کوکبرت، که کوکب پرمیان بود بیوان. در اون تاریخ دو تا گوینده دیگه مرد از طریق آزمایش استخدام کردن و دو نفر گوینده زن، دو نفر در سال تقریبا 26 اواخرش، نمیدونم الان چه ماهیش بود، ولی در اواخر 26 بود دو نفر گوینده مرد، یکی محمود سعادت بود، خدا بیامرزش، خود شده، بله، و دیگری عطالله پیمان. دو نفر زن عبارت بودن مولود ایزدی، مولود عاطفی، عاطفی، بله، بعد که همسر و همسر عاطفی، بله، ولی یه فامیل خود چیزی گفت، چیزی گفت، بله، امو ایزدی، امو ایزدی بود، ایزدی بود و خانم روشنک، نمیگید شما، دقیقه رسولی، بله، خانم رسولی، رسولی گوینده برنامه گلها، این حالا گوینده برنامه گلها، برای که صداش خیلی خیلی مناسب بود برای برنامه گلها، واقعا اگر بهترین صدا رو بخواد برای برنامه گلها انتخاب کنید، این صدا مثل خلق شده برای برنامه گلها، تصادفا صداشون رو داریم حالا در فرصت دیگری هم بسیار بسیار شنید، بله، این خلاصه زیاد من خواهد بیشیم، مثلا ما خواهدیم بریم، مثلا تمام رایزه دوتا ماشین داشت، دوتا استشن داشت، یکی این کبریتی ها، یکی هم آهنی بود، می رفت و می آمد، مثلا می رفت اعضای ارکستر می داشت بر می گشت، یه گوینده رو می برد، نوازنده داشت برنامه اجرا می کرد، منتظر بود، می رفت راشد مثلا می آورد برنامه داشت، و بنابراین با دو تا ماشین لکنته این سازمان کار میکرد، ولی کمی گوینده ها با اتوبوس میامدن و اتوبوس در اون خط بین شهر و بیچین چیزی نبود، مسافتی نبود و همش هم لخت و برهوت بود، اصلا در اونجا سازمانی نبود. خب این قسمت رو ملاحظه فرمودید، عرض کردم خیلی گفتگوی مفصلی بود، من فقط برای اینکه به شما آگاه بشید که چگونه در این غربت برای نخستین بار اون زمان هیچ رسانه‌ای به فکرش نمی‌رسید که آقا چهارم اردیبهشت آمده، روزی که رادیو در ایران افتتاح شد، یک واقعه بزرگ بود، یک اتفاق بزرگ، یک رویداد واقعا ارزشمند بود. می‌دونید که رادیو چه نقش اساسی داشته در معرفی هنر مملکت ما، رادیو در بخش‌های مختلف، حتی رادیو در گسترش ورزش مملکت ما سهم بسزایی داشته. من مطمئنم جوان‌هایی که عاشق فوتبالن، عاشق کشتین و ورزش‌های دیگر، هرگز فراموش نمی‌کنن که از همین جعبه جادویی، از همین رادیو گزارشگر ورزشی مثل عطا بهمنش وقتی مسابقات فوتبال رو گزارش می‌کرد، چگونه ملت ایران پای رادیو می‌نشستن. اون موقع هنوز تلویزیونی نیامده بود، تلویزیون در ایران افتتاح نشده بود، بعدها میدانید که تلویزیون آمد، ابتدا تلویزیون ثابت پاسار آمد که مشهور به کانال 3 بود، بعد تلویزیون ملی ایران. مروز رادیو نقش اساسیشو ایفا میکرد، رادیو آثار بزرگانمون رو همیهنان ارجمند گرامی معرفی میکرد، یاد شخصیت هایی که در همین آمریکا هستن، یاد آقای مهدی قاسمی، این شخصیت با فرهنگ، این شخصیت با فضیلت که قسمت بزرگی از رادیو رو ایشون اداره میکردن، ایشون برنامه‌های متعددی زیر نظرشون بود و احاطه کاملی به ادبیات فارسی ایشون داشتن، هنوز هم دارند و براشون آرزوی سلامتی میکنم.
ولی خب چه میشه کرد؟ گفتم من باید سری تونتون فهرستوار فقط اشاره کنم و از این مسائل برگردیم. عرض کنم که فراموش نمی کنیم وقتی رادیو تلویزیون ادغام شد برای نخستین بار جشن 37 سال رادیو، 37 سالگی رادیو رو در هتل هیلتون برگزار نمودند که خب بسیاری از هنرمندان عزیز رادیو بودند. وقتی دیگه ادغام شده بودیم، خب همکاران تلویزیونی هم دیگه رادیو تلویزیون ملی ایران شده بود، در اون جشن حضور داشتن. اجازه بفرمایید که برگردیم به اون روزها. میدونید که هموطنان ارجمند 73 سال از تأسیس رادیو در ایران میگذره، 73 سال. حالا ما برمیگردیم به 37 سالگی رادیو، ببینیم که در اون هتل این برنامه ها چگونه اجرا میشد. خیلی از هنرمندان در هتل هیلتون بودن، عرض کنم که برنامه اجرا کردن از شخصیت های خیلی خیلی مشهور، از خواننده ها، هنرمندان عزیز. من تصور میکنم بابک جان، آقای بابک کارگردان باسوق، نگاهی بکنیم به یکی از ترانه هایی که زندیات هایده که در اون جشن شرکت کرده بود اجرا کرد. با هم این قسمت رو مشاهده میکنیم. Thank you.
خیلی متشکرم. من هم به نوبه خودم بسیار بسیار مفتخر هستم که در 37 سالگرد تأسیس رادیو در حضورتون هستم و من رو پذیرفتید برای اینکه براتون برنامه اجرا بکنم. بله، هایده عرض کنم که چندین آهنگ اجرا کرد ولی ما یکیش رو برای شما پخش کردیم چون وقتمون اندکه. بعد یادمون باشه همیاران ارجمند، برای نخستین بار خب ما چهره استاد بنان رو دیدیم، غلام حسین خان بنان، هنرمند شایسته سرزمین ما که الان واقعا وقتی شما گوش میکنید هنوز هنرمندی پا برسه نگذاشته که بتونه به استادی بنان اون کارها رو اجرا کنه. بنان یکی از هنرمندان شاخص است، ولی خب در این اواخر دیگه آقای بنان در رادیو تلویزیون فعالیت نمی کرد، بازنشسته شده بود، اما او رو دعوت کرده بودن که این کیک به اصطلاح 37 سالگی رادیو رو ایشون ببرن. خانم آذر پژوهش که از گویندگان بسیار توانا، یکی از گوینده های پرتوان رادیو خانم آذر پژوهشن که مقیم فرانسه هستن، از اینجا خدمتشون درود میفرستم، براشون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. خانم آذر پژوهش اولا که شعر به زیبایی میخوند، خبر وقتی میخوند آدم معنی خبر رو درک میکرد، توانایی های بی حدی این بانوی ارجمند ما داشته. خانم آذر پژوهش مجری برنامه بوده و ایشان آقای بنان رو هدایت میکنن که کیک رو ببرن. این صحنه کوچک رو هم ملاحظه کنید. من از طرف آقای بنان تبریک میگم جشن رادیو رو. ایشون به من ماموریت دادن که تبریک بگم. قربون شما، خیلی متشکرم. لطف کنید قربون تشریف بیارید. از این طرف دوربین باید شما. نه این خیلی محکمه، هیچ اتفاقی نمیفته. نه آخه میخوایی که دوربین ایشون بگیره. از اون طرف بس بسیدان بگیره. ارکستر که نیست، ولی خب افسوس که منم نمیتونم آهنگ تولدت مبارک رو بخونم، ولی تولدت واقعا مبارک. مبارک، مبارک، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک، تبت شاد و Thank you.
و اما همیهنان عزیز و گرامی، خب خیلی از هنرمندان در اونجا برنامه اجرا کردن در اون شب. یکی از گویندگان خیلی خوب که پند خدمتتون میگم، برای اینکه شاید بعضیا باشن از بین جوانهای ما که اون روزها از رادیو داستانهای شب رو میشنیدن و برنامه بامدادی که آقای مانی اجرا میکرد، گوینده داشتیم به نام آقای مانی که ایشون گوینده توانایی بودن، هنرپیشه خوب تئاتر بودن، ارکان که با گروه محمد علی جعفری در جامعه بار بود، نمایشنامه‌ای که بر صحنه می اومد، نمایشنامه‌ای که بر صحنه می اومد آقای مانی هم اجرا میکرد. حرفای آقای مانی رو بشنویم، این گوینده با سابقه رو که برای نخستین بار در تلویزیون ظاهر شد و با شنوندگان رادیو از طریق دوربین تلویزیون سخن گفت. با هم ببینیم. خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران سلام عرض بکنم و تبریک بگم این جشن رو که به مناسبت 30 سال آغاز سالگرد رادیو آغاز شد. من چهره های بسیار آشنایی رو در این جمع میبینم و این اونقدر به من شادی داده، اونقدر به من سرور داده که واقعا نمیتونم اون چیزی که در احساسم و در دلم بیان میکنم اظهار بکنم. البته با اجازه شما آقای ساسان کمالی و خانم پژوهش همکار قدیمی من که در رادیو با هم آشنا شدیم، جای بسیاری از دوستان ما خالی، من فقط یک پیامی برای شنوندگان تلویزیون دارم، به دلیل اینکه من یک دوست کوچکی هستم برای رادیو و شنوندگان عزیز بینندگان عزیز تلویزیون ایران که مدت 20 سال براشون برنامه اجرا میکنم و صدای من اونقدر براشون آشناست که چهره من شاید برای اولین بار باشه که چهره من رو از تلویزیون ایران میبینم و من بهشون تبریک میگم، نه به خاطر اینکه چهره بنده رو میبینم، این خنده شما این باعث شد، به خاطر اینکه این غروری است که در خودم احساس میکنم برای اولین بار که بینندگان تلویزیون رو رو در رو میبینم، به دلیل اینکه من هر روز صبح، من یک موقعی شبها با شب بخیر من از داستانهای شب شنوندگان من میخوابیدن و صبحها با سلام من از خواب بیدار میشدن و من از پنجرهشون میامدم تو خونهشون بهشون سلام میگفتم. در هر حال من خوشحالم و درود میفرستم به بنیانگذاران رادیو و تلویزیون ملی دیروز و امروز ایران. متشکرم. بعد از آقای مانی اجازه بدهید که یک چهره بسیار دوست داشتنی، صدای مخملین، کسی که واقعا اشعار دلنشین اجرا کرد برای نخستین بار وقتی در آزمون گویندگی قبول شد، خانم صدیقه رسولی که بعدها مشهور شد به خانم روشنک، برنامه گلها رو گویندگی میکرد که البته بعدها میدونید خیلی از گویندگان دیگه هم پیوستن به بانو روشنک، از جمله خود خانم پژوهش که در کنار خانم روشنک هستن. اجازه بدید که کوتاه این صحنه رو مشاهده کنیم، با چهره خانم روشنک هم شما آشنا بشوید. میتونید بگید
تو بدید. اجازه بدید من از طرف خانم روشنک بگم، چون من اینو بگم که خانم روشنک هیچ وقت جلوی جمع اجرای برنامه نکردن و براشون قدری مشکل بوده همیشه، ولی الان به خاطر محبتی که به همه ما کردن اینجا تشریف آوردن و ما همینقدر که خانم روشنک رو میبینیم خیلی خوشحال هستیم. و اگر ممکن هست یک خط شعر یا حداقل یک پیامی، یک تبریکی، یک چیزی، هر جور که راحت هستید. با کمال میل. من به مناسبت شب با شکوه تو رئیس از یک از بدلهای حافظ رو میخونم. خواهش میکنم. معاشران معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است به این قصه اش دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمع هم و این یکات بخوانید و در فراز کنید. خب اینم از چهره خانم روشنک، گوینده برنامه گلها که همکار عزیزش رو معرفی کرد، در کنارش ایستاد خانم پژوهش. و اما هموطنان ارجمند، خواننده بسیار توانا، یکی از بانوان هنرمند، خانم دلکش که دیگر نیست، اما دلکش با اون صدای رسای خودش طرفداران بیشماری داشت. عرض کردم که جز اولین ها بود. خانم دلکش هم اون شب در هتل هیلتون بود و ترانه اجرا کرد. اجازه بدید این ترانه رو ببینیم. خاطره میشه برای اون کسانی که از دلکش خاطرات فراوانی دارن، اونهایی که روزی روزگاری شاهد هنرنمایی این آوازخوان واقعا پرقدرت ما بودن که آهنگهای جاودانه فراوان اجرا کرده. زنده یاد دلکش رو ببینیم، بشنویم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خوبی. خیلی متشکرم. از آقای افشین خواهش میکنم با من همکاری کنن، به افتخارشون دست بزنین. آقای افشین به تو دادم به تو دادم به من.
پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن همیشه ستاره است و همیشه می‌درخشه. من به نمایندگی از طرف همه شما این چند گل رو تقدیم خانم دلکش می‌کنم. امیدوارم همیشه جاودان بمانه. تشکر می‌کنم از آقای سمیعی. ما دوتا یاران پیر رادیو هستیم. از سالان دراز با هم همکاری داشتیم. هر دو موهای سرمون سفید شده، منتها ایشون رنگ نکردن، من رنگ کردم سرمون. خیلی متشکر از آقای سمی، تشکر. انشاءالله موفق باشید. مرسی. متشکر. دلتون بخیر. خب بعد از خانم دلکش نوبت میرسه به آقای ویگن. آقای ویگن هنرمند شایسته دیگری بود که او هم در اونجا شرکت داشت. عرض کنم که ترانه اجرا کرد که این را ببینیم، صحبت های آقای ویگن را گوش کنیم که چگونه از 37 سالگی رادیو سخن میگه آقای ویگن. خیلی ممنونم. من به نوبه خودم جشن 37 سال تاسیس رادیو ایران و همه همکاران عزیزم که بیشترشون اینجا با من 22 سال 3 سال آشنا تبریک میگم و امیدوارم که خداوند سلامت بهشون بده تا بتونن که همینطور ادامه بدن، که بتونن خواننده هایی مثل منو که همیشه زحمتشون دادیم همینجور بتونن بپرورونن و بیارن به میدان. خیلی متشکرم. من چون که این جشن مربوط به 37 ساله و من وقتی رادیو 14 ساله بود اومدم، گفتیم که از آهنگای قدیمی رو اجرا کنیم، منتها با اجرای جدید. شادمان با جای جدید راستیم. بله برونه گل می تکونه، دست به دست دونه به دونه شادوما. قشنگه موی ما فرش
چه بلند تازه عروس، چه قشنگه، چه خوشنگه، همه رنگ مثل تابوس، خوش به حال شاد و مادر. بزنید شادی کنید، نیت بدون مادی کنید، در بزنید شادی کنید، نیت بدون مادی کنید، تو جهازش خنده ی نازش، سینه ی بازش مره مریه، همه داره آینه و شمنو هر بیون کر کریه. کن چه بیارید شادم لاله بکارید خندان، دومات کجایی رساش هنهایی عشقش خدایی گل، پسر هزا خاش گلابه چون لخاش، مثال خوش کل خمره موشان و ما. تو جهازش خنده ی نازش، سینه ی بازش مره مریه، پردیمون کل کریه. کنش که بیاری شادن لاله بکاری همدن، دومات کجایی رساش هنهایی عشقش خدایی گل، پسر عزت پاش گلابه چون دباش، مثال خون خوش خلو غمره بود شاد و مها. خیلی ممنونم، یک دنیا متشکرم. من ترانه دومو اون چیز انتخاب کردم، بارون بارونه رو، ولی چون باید کور بخونه و شما هم بیست که خیلی دورین از میکروفون، اگر از شما بخوام بخونید میخونید، همه تون بلدین اینو، ولی خواستم که از این خواننده های جوون افشین و زیاب و نلی دعوت کنم بیان قسمت کور با من بخونه. به افتخارشون دست بزنید. دشکر. عجب این با همین میکروفون با هم باید بخونم. نه آره. Yeah.
خرابه سر میشه گل مثال جونو حسین از آهاره زمستون میره پشتش بهاره زمستون میره پشتش بهاره زمستون میره پشتش بهاره زمستون میره پشتش بهاره بسیاری متشکرم هم از شما هم از این خواننده‌های جوان عزیز امیدوارم خدا حفظشون کنه که باید 20 سال دیگه هم بخونن و به افتخار ارکستر پاپ و آنرانی که خیلی زحمت میکشه برای ارکستر تمام اعضا خیلی ممنونم ازتون خیلی متشکرم قرار بود که با خانم دلکش ترانه دوستایی بخونیم ولی متاسفانه چون قبلا پیش بینی نشده بود گیتار من نیاوردم همراهم و پیانو هم کسی نیست که پیانو بزنه بنابراین جداگانه تشریف میارم بالا و براتون ترانه میخونم خیلی ممنونم از این خب همونطور که ویگن گفت قرار بود که اگه فرصت بشه البته خواننده های دیگری هم بودن از جوانترها یه خواننده داشتیم به نام خانم نلی خانم نلی هم اون شب در اون جشن 37مین سال تأسیس رادیو حضور داشتن ترانه‌های اجرا کردن هنرنمایی کردن به اتفاق ارکستر جاز رادیو تکه‌ای از کار از لنین رو با هم می‌بینیم یه قسمتی رو با هم می‌شنویم و چهره لنین رو شما خانم نلی رو خواهید دید در این برنامه منم به فهم خودم تو این جشن شرکت کردم و میتونم که دینم رو ادا بکنم از خانم نلی هنرمند جوان اون دوران اما هنرمند دیگری که هنرنمایی کرد واقعا بسیار بسیار اون زمان عرض کنم که همه رو دوست می داشتن و هنوز هم دوستش دارن خب سالها از اون روزها گذشته اون موقع جزو هنرمندان جوان مملکت ما بود همین آقای ضیا آتابای بله آقای ضیا بر صحنه ظاهر میشه خانم پژوهش او رو معرفی میکنه ضیای جوان بر صحنه میاد و ببینید که چقدر خوب کارش ارائه میده و با چه قدرت و توانایی ترانه اجرا میکنه و هنوز هم دارای اون قدرت است مضافاً به اینکه امکان داره یه مقدار از جوانی گذشته باشه اما کماکان تسلط داره به کار خودش با هم نگاه میکنیم هنرنمایی آقای ضیا رو به اتفاق ارکستر جاز رادیو که لطف کردن و امشب همکاری میکنن آنجانیک دو آهنگ خیلی خوب تنظیم کرده برای ضیا آهنگ های بندری ضیا
خواهش میکنم که آقای زیا تشریف بیارید. با این که سالون گرمه ولی یه برده بیشتر بکردن. آهنگ اول هست جمال قدوم. آهای سیاه زنگی دلم نکن خون، وی تو رفتی کجا منم شو مجنون. آهای سیاه زنگی دلم نکن خون، وی تو رفتی کجا منم شو مجنون. جمال جمال اگه جمال و جمال بودو، جمال جمال اگه جمال و جمال بودو. دل تو مخت کسینه وی آروم نمیشینه، هلیوسه هلیوسه اصلا نمیخوسه. وی مرمر سینه بلرزون بلرزون بلرزون، در کمر تخت بچرخون بچرخون بچرخون. مرمر سینه بلرزون بلرزون، جمال جمال اگه جمال و جمال بودو. آهنگای قشنگی رو به ما دادن که برای اینکه اجراش کنیم و فکر میکنم اولین آهنگی که در سال آینده یعنی در همین سال جاری با ارکستر پاپ تنظیم کنیم آهنگی است از یزد به و خیلی خیلی قدیمی به اسم پیر سبز چکچکو که اینو بعد تنظیم میکنیم و البته آقای آنجانی تمام این آهنگا رو تنظیم کردن. الان آهنگ لوری بختیاری اجرا میکنیم به اسم هلاکم سید، یعنی قربونت میرم یا میمیرم برات. Oh,
the take off. Leave out all on leave out all so the take off. و اما همیانان ارجمند هنرمندان رادیو خب زیاد بودن. من وقتی میخوام اسامیشون رو بگم اصلا وقت نمی کنیم، فرصت اون کمه. گفتم که از خواننده ها شروع کردیم، خانم دلکش رو گفتیم، خواننده ای داشتیم خانم الهی عزیز، خانم یاسمین، خانم پروین، خانم پوران شاپوری، خانم سیما بینا، خانم اهدیه و خانم همیرای نازنین که در جای خودش شخصیت رو معرفی خواهیم کرد. خانم همیرا وقتی آمد به رادیو و اولین بار که اون برنامه گلها پخش شد، صبرم عطا کن رو که در برنامه گلها اجرا کرد، واقعا شهر خلوت شده بود. بانو همیرا اعتبار موسیقی ما و همینطور سرکار خانم هایده، خانم مهستی، خانم رامش، خانم گیتی، خانم فرشته، خانم گوگوش، اینا همشون در رادیو بودن. سیمین آریان، عرض کنم که خانم شمس، خانم فرشته، خانم فرح، من یادداشت کردم که یادم نره، خانم پروانه، خانم غزال، اینا همه در رادیو آواز میخوندن. مردان زیادی، خواننده های مرد داشتیم که اواخر اومدن به رادیو، مثل آقای اکبر گلپایگانی. خب پیش از آقای گلپایگانی رضا قلی میرزا زلی بوده، بنان بوده، بدیزاده بوده، تاج اصفهانی بوده، عرض کنم که قوامی بوده، داروش رفیعی بوده، در قسمت موسیقی مدرن و پاپمون زنده یاد محمد نوری بوده، آقای ویژن بوده. بعد در زمینه موسیقی اصیل آقای ایرج آمدن به رادیو همزمان، بعد آقای محمودی خانساری آمدن، استاد عبدالوهاب شهیدی آمدن، نادر گلچین آمدن، کوروش سرهنگزاده آمدن و بعد این اواخر عرض کنم که شما حتما شنیدید آقای شجریان که به نام سیاوش شجریان مشهور شد، قبلا در رادیو بود در همون دورانی که این اساتید بودن، به نام سیاوش بیگلی آواز میخواند آقای استاد شجریان عزیز ما. ناصر مسعودی، ابراهیم رشیدی، خیلی از شخصیت ها هستن. ناصر مسعودی، آقای جعفرودی، آشورپور، پور رضا، اینا خواننده هایی بودن که به زبان گیلکی هم عرض کنم که کارهایی رو ارائه دادن. آقای دردشتی از خواننده های خوب بوده، جمال وفایی همینطور، هموطنان ارجمند گرامی. خب اینا رو باید در برنامه دیگری خدمت شما معرفی کنم، فرصتمون خیلی کمه. فقط میخوام از بابکجان خواهش کنم یکی دو تا نمایشنامه کوتاه هست که قدکجیان هست، خانم تاجی احمدی هست، اینا از هنرمندان شاخص رادیو بودن و مقبلی هنرمند شایسته ما، اینا این نمایشنامه ها رو اجرا کردن. چون ما این تصویرها رو داشتیم، تصور کردم، فکر کردم با بابک عزیزم صحبت کردم، کارگردان فنی، که بخشی از اینها رو با هم بشنویم.
و چهرهاشون هم شما ببینید. پسر من غلام شما میشه. البته ما چه حرفی نداریم. ما اوصاف دختر شما رو خیلی شنیدیم. ماشالله، هزار ماشالله. نجابت و خانومی از سر تا پاش میریزه. خوبی از خودتونه خانم، حرفی نداریم. زری جون جواب این تلفنو بده. دختر من از بس خجالت یا جواب تلفنو نمیتونه بده. همونی که من الو همونه. فری مستایی هزار ماشالله. حسد من ایرجی حسی باز شوخیت گرفته. امیر تویی؟ چه سر به سرم میذاری؟ فهمیدم صدات که خیلی شبیه ناصره. آها آها یادم اومد، خود هوشی هستی. چی؟ دیشب؟ گمشا گمشا. آره خودم میدونم این اداها مال مملیه. اگه بخوایم بیدارش بکنیم باز قشقرق را میندازه. حرفا میزنی تو هم زنا؟ بالاخره باید بره مدرسه، جیغ بزنه، فریاد بزنه، داد بزنه، مرگ یه دفعه، شیوان یه دفعه. مدرسه رو که نمیشه نره. شیوا جان، بابا جان، قربونت برم. شیوا جان، بابا شده. بلند شو صبونتو بخور، باید بری مدرسه. اونه که دیروز رفتم. ده های رادیو تعدادشون خیلی زیاد. آقای ناصر خدایار، آقای سجادی، آقای غلبی، آقای زیاییان، کمال دین مستجاب دعوه، عرض کنم که ابوالقاسم طاهری گفتم، تغییر روحانی، محمود سعادت، حسین توصیفیان، نورالدین ثابتیمانی، ایرج گرگین، محمد سلطانی، مرتضی اخوت، حسین نادری، حسین منانی، احمدی، مرتضی لطفی، امیر نوری، جمشید عدیلی، بهرام سلطانی، محسن رضاییان، انوشیروان کنگرلو، اینا همشون بعضیاشون هنوزم در خارج فعال هستن و از یکی از گوینده های شاخص خانوم که باید یاد بشه بانو فروزنده اربابی است که میدونید با آقای مانی برنامه همه روز همین ساعت همینجا رو اجرا میکردن، برنامه خانم خانواده یا زن زندگی رو اجرا میکردن. خیلی برنامه های زیادی در رادیو اجرا میشد، منتها ما فرصتمون اندک، وقت نداریم. انشالله در برنامه های دیگر سعی خواهیم کرد گشت گذاری در رادیو داشته باشیم، در کریدورهای رادیو سری بزنیم به شخصیت ها، هنرمندان و آهنگسازان. ما گفتگوهای فراوانی بنده دارم با استاد پرویز یعقی، بیژن ترقی که دو یار جدا ناشدنی بودند، کارهای ارزنده‌ای دادند. بانو مرضیه، هنرمند شاخص، هنرمند عزیزی که واقعا هموطنان عزیز و گرامی آثار جاودانه اجرا کرده، اولین کارهای زیبا را آقای یعقی برای ایشون ساخته بود که در جای خودش به این عرض کنم که رویدادها خواهیم پرداخت. خانم خواننده دیگری داشتیم که او رو استاد حبیب الله خان بدیعی به رادیو آورد. بله عرض کنم که از او هم یاد خواهیم کرد، هموطنان عزیز و گرامی، در برنامه‌های دیگرمون. وقتمون خانم رویا رو عرض می‌کنم. بله وقتمون متأسفانه به پایان رسیده، فرصت نداریم. تشکر می‌کنم از بابک عزیز، کارگردان فنی برنامه، تا برنامه دیگری که باز هم یادی خواهیم کرده از خدمتگزاران هنر مملکت ما، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. پاینده ایران.